سلام، خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من سانازم و اینجا کانال من سانازیومه، جایی که ولاگام آپلود میکنم. اگر ولاگ خوشت میاد حتما تو کانالم سابسکرایب بکن، نظرتو کامنت کن، از ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن، آیدی اینستاگرام هم میاد این بالا، دوست داشتی فالوم کن. آقا من امروز برای ناهار مامانم و خواهرم قراره بیان پیشم و قراره براشون سوشی درست کنم. البته اینه که من تا حالا سوشی درست نکردم و اصلا هیچ ایده‌ای ندارم که قراره چه شکلی بشه و اینکه مامان اگه اینجایی یه سلامی کنم به تو میگم که اصلا نگران نباش، من سعیمو میکنم، مسموم نمیشی. و اینکه الان دارم میرم بازار بهچت‌آباد توی ولیعصر تو آبان، چیدم که اونجا میتونم وسایل سوشی رو پیدا کنم. بریم ببینیم چه خبره. آقا بالاخره من رسیدم، بریم اون سمت خیابون، بریم تو بازار چه ببینیم چه خبره. امیدوارم که بتونم همه چی رو پیدا کنم. آقا خریده من تموم شد، دارم میرم سمت مترو، هم اینجوری واسه خودم که سوار متروش اما برم سمت خونه. آقا یه چیزی میخواستم بگم، وسایل سوشی تو ایران واقعا گرونه. چه خبرتونه؟ واقعا رستوران ها حق دارم هر کی که دستی که سوشی میذارن تو بشقاب میارن این هم ازش پول بگیرن، واقعا مواد اولیه‌اش گرونه. من یکم سورپرایز شدم حقیقتا. ولی خب بریم درست کنیم ببینیم چه جوری میشه دیگه. من خیلی وقت سوار مترو نشدم، امروزم جمعه است، خلوته، فکر کنم که مشکلی نداشته باشه. خیلی دلم برای منطقه ولیعصر و حافظ و اینا تنگ شده بود دوران دبیرستان. من اینجا زرتشت دبیرستان میرفتم، چقدر این منطقه رو با دوستامون بالا پایین کردیم، واقعا خیلی خاطر دارم از این منطقه، یادش بخیر. البته سنی ندارم ولی خب بریم برسیم خونه و ذوق دارم زودتر شروع کنم. خیلی دوست دارم ببینم چی در میاد ازش. مترو آقا نگاه کنین، حتی ایستگاه مترو هم ماسک زده، لطفا ماسک بزنید. و بالاخره بعد از کلی مترو سفری رسیدم خونه. زندگی ما این بدبختی ما، ای خیر نبینی کرونا، ببین بدبختم کردی، بیچارم کردی. قبلا یه نون خالی داشتیم میخوردیم، ناشد بودیم، حالا داریم نون و کف میخوریم، کیک و کف میخوریم، چیپس و کف میخوریم، شیر و کف میخوریم. ای سنو بزنم وصلت کرونا، ای درد گرون بیرو. او کسی که رفتی ده خوفاش خوردی، نمیدونم خوفاش خوردی، شطور خوردی، شی خوردی، نمیدونم این روزگارو کردی به انسان. نونم چه دردت بی، همه درد من از بعد بره اونو بخوری. ای سنوب بزنوت به امام حسد، یاد داریم کف بالا میاریم، هرچی میخواب بخوریم باید کف بزنیم وش. ای چه وضعش اخو خدا و بالا شیم میکنه تکلیف ما رو روشن کنم، هرچی میخوریم باید کف مالش کنیم. آه ای چه وضعش، ای شی زنه ای آب جوش، ای بشور 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 خسته شیم دید دل بالا آورده بیاد دست این کرونا و امباته. خب مواد لازم، البته این رسپیه من، هر کسی میتونه تغییرات دیگه توش بده. من ماهی داشتم، ماهیامو اینجوری اسلاید بریدم، بعدش بهش ادویه زدم، یکم روغن مایه ریختم و گذاشتم توی مایه تابه که قشنگ سرخ بشه.
بعد از اون بعد رفتم سراغ برنجم. برنجم تقریبا 2.5 پیمونه برنج ریختم براش و کاملا شستمش و با آب گذاشتم توی قابلمه که بپزه. بعد از اون رفتم سراغ خیار و هویج و آووکادو، سبزیجاتی که میخواستم بذارم داخل رول. اونا رو همجوری که میبینین اسلاید اسلاید هر کدومشون رو برش دادم و گذاشتم کنار. خب همه چی آماده شد و رسیدیم به حساس ترین لحظه. به نظر من رول کردن سوشی خیلی مهمه و من توی یوتیوب از دیشب خیلی ویدیو دیدم، امیدوارم که بتونم پسش برمیام. واقعا دیدم که یه دونه از این برگا واقعا بوچولک میده، یه دونه از این برگا برمیدارن میذارن روی اینو، بعد برنج رو میذارن و بعد این مخلفاتش رو میچینن و بعدش هم رول میکنن. من دیشب که داشتم رسیپیشو نگاه میکردم توی گوگل، یه چیز خیلی جالب فهمیدم. میدونستین سوشی روز جهانی داره؟ ولی پسرها هنوز روز جهانی نداره. سوشی 18 ژوئن روز جهانی شه و بر من خیلی جالب بود. اصلا شد یه سبک زندگی. تمام آشپزا میخوان فوق هنرشون نشون بده، مثلا سوشی های مختلف درست میکنن. حالا کار نداریم. من تاریخچه رو داشتم میخوندم. همه فکر میکنن سوشی مال کشور ژاپنه. در صورتی که بخوایم مثلا نگاه بکنیم، تاریخچه‌اش برمیگرده به چین. جلال خالا. اصلا سوشی یه روش بوده برای اینکه ماهی نمک سود شده رو بتونن نگه دارن و بعد از اون از چین وارد ژاپن میشه و ژاپنیا میان سرکه برنج بهش اضافه میکنن و ماهی خام و اینا و میشه سوشی. دهه 70 و 80 هم وارد اروپا و آمریکا میشه، سرآشپزای اونجا مثلا کلا یه مدل دیگه سروش میکنن و خلاصه میشه چیزی که امروز من و شما استفاده میکنیم و میخوریم. ولی خب خیلی تاریخچه جالب و باحالی داشت. اصلا من دیدم که کل این صفحه جلبکیه رو برنج میپوشونه. خیار بذاریم دوتا، بعدش هم هویج. آها من چیز نگرفتم، مایونز ژاپنی نگرفتم، به جاش میخوام سس سیر بزنم. از اونجایی که من سس سیر خیلی دوست دارم، البته خانوادم هم دوست دارم، سس سیر استفاده میکنم. بعدش هم ماهی میذارم، بعدش هم آووکادو. آووکادو رو له شدن، اینقدر رسیدیم به بخش مهمش. خب من دیشب توی یوتیوب دیدم اول اینو آروم میارتش این رو، یه فشار میده، بعد یه هولش میده جلو و باز یه فشار میده، باز در آخرم یه فشار دیگه. شوت یه رول دارم. فکر نمی کردم انقدر آسون باشه، همش فکر می کردم خیلی سخته. بریم برشش بدیم ببینیم که توش شکلی شد. اصلا خوب شد، اصلا فکر نمی کردم برای بار اول واقعا خوب شد. خب من اینا رو برش دادم، بودم برم بقیهش هم درست کنم سریع، بعد میام نهاییشو به تو نشون میدم. خب آقا تموم شد، اینم شد چیزی که در آخر میبینین. از خودم راضیم، به نظرم خوب شد برای بار اول و امیدوارم که مامانم و خواهرم هم خوششون بیاد. گفتم یه امتحان بکنم ببینم که اصلا مزهش چجوری شده و اینا، امیدوارم که خوب شده باشه. این چاپستیک گرفتن دست دادم هم خودش داستانیه. خیلی خوب شده اون ماهی و ماینوز و اینا، خیلی ترکیبش باحال شده. دوستم همه رو بخورم ولی باید صبر کنم تا مامانم اینو بیان. من همینجا باید این ولوگ رو تمام بکنم به خاطر اینکه خونم بوم ترکیده، باید بودو هم برم خونه رو تمیز کنم تا نیومدن. آقا لایک و کامنت یادتون نره و من حمایت بکنین، سابسکرایب هم بکنید و اینکه ماچ به کلاتون، قربون همتون. تو بلاگ بعدی میبینمتون. بای بای.